پرژن BMS تقدیم می کند. 100 پرسش 100 پاسخ. پرسش 56. هدف دیانت بهائی چیست؟ با درود و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم، بنده ریاضه الفت هستم. در مورد هدف یا اهدافی که در مورد آیین بهائی میتونیم توصیف بکنیم، خب اون چه که در ادبیات آیین بهائی مکررن مورد توجه قرار گرفته به عنوان هدف نهایی و غایی ظهور ادیان الهی به طور کلی و ظهور آیین بهائی به طور اخص، وحدت عالم انسانی هست. البته ما با اصطلاحاتی مشابه میتونیم به عنوان اهداف جزئی تر نسبت به این هدف کلی بحث رو مطرح بکنیم. شاید در جایی در ادبیات آیین بهائی ذکر شده که سه هدف عمده هست که منتهی به وحدت عالم انسانی میتونه بشه. یکی اتحاد عالم هست که قبل از وحدت، چون مرحله‌ای میتونی بگیم مقدماتی تر از وحدت اتحاد هست که میتونه در سطح دول اتفاق بیفته، در سطح دول انجام بشه که وحدت سیاسی بهش میگن. بعد اتحاد در سطح فرهنگی یا ملی و ملیت ها انجام بپذیره و نهایتا منتهی به وحدت عالم بشه. یعنی اتحاد مقدمه‌ای برای وحدت بشه، چون همه میدونیم که وحدت درجه انسجام قوی تری از اتحاد رو مطرح میکنه. یا به طور خلاصه به اصطلاحی که به کار رفته در ادبیات بهایی، به خصوص توسط حضرت شوقی ربانی که اصطلاح یونیفیکیشن هست، در کنار دو هدف دیگه که اشاره شد، یعنی سه هدف عمده که منتهی به وحدت عالم انسانی میشه، یکیش یونیفیکیشن هست یا همون اتحاد سیاسی و بعد ملی یا صلح اصغر و صلح اکبر که نتایج اون هستن، بعد اسپریچوالیزیشن هست یا روحانی کردن عالم به مفهومی که در آیین بهائی و ادبیات آیین بهائی توضیح داده شده، و بالاخره سومین هدف تصفیه عالم هست یا پیوریفیکیشن، که این سه هدف عمده میتونه منتهی به اون هدف اصلی و نهایی بشه که تحقق وحدت عالم انسانی هست. بنابراین تقسیماتی هم که در ادبیات آیین بهائی انجام میشه مرتبط به همین نحوه تحقق وحدت هست. یعنی ما ظهور پیامبران الهی رو از حضرت آدم در اصطلاحی که در عرف ادیان مرسوم هست تا حضرت خاتم که حضرت رسول باشند در نظر بگیریم، این رو در یک مفهومی به نام کور قرار میدیم. بنابراین کور یک سلسله ظهور پیامبران الهی هستند که با حضرت آدم شروع و با حضرت خاتم ختم میشه. بنابراین میتونیم از هزاره پنجم قبل از میلاد شروع کنیم از حضرت آدم و خورده خورده با حضرت کریشنا، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت زرتوش، حضرت بودا، حضرت مسیح و حضرت محمد برسیم به پایان این کور که کور توحید نام میگیره و همه هدف این بوده که بشریت به توحید متوجه باشه. دقیقا از اینجا، یعنی از 1844 میلادی با ظهور حضرت باب که مبشر آیین بهائی هستن، وارد کور جدیدی میشیم که کور وحدت یا اکمال نام میگیره و دور بهائی هم از همینجا آغاز میشه. بنابراین اگر بخوایم خلاصه بکنیم، ما دور انبیایی رو که یا پیامبرانی که از حضرت آدم شروع میشه تا حضرت خاتم رو تحت عنوان کور توحید نام میبریم. اتفاقا همینجا تایید میکنیم که حضرت رسول خاتم انبیا در کور توحید هستن، ولی خود کور توحید و پایانش علامت شروع و تحقق کور جدیدی هست به نام کور وحدت. بنابراین به مثابه اون جمله جالبی که در عالم اسلامی هم هست، الخاتم و لما سبق و الفاتح و لمستقبل، ختم کننده یک کور میتونه شروع کننده یک کور جدید باشه. بنابراین ما از اینجا به بعد، یعنی از 1844 و ظهور دور بهایی و
تحقق کور وحدت با هدف نهایی و انسجام دهنده وحدت عالم انسانی روبرو هستیم که تمام مجهودات و تلاش‌های مؤسسات و اهدافی که در آیین بهائی تعریف شده متوجه این هدف نهایی خواهد بود. بنابراین ما وحدت عالم انسانی رو هدف نهایی آیین بهائی در نظر می‌گیریم.